خب عزیزای دلم، این یه آموزش متفاوته. این قسمت میخوام یک ساعت کریپتو رویال بازی کنم و یک دلار به دست بیارم. تو این ویدیو میخوایم از بازی کردن پول بسازیم. با من همراه باشید و این آموزش بی‌نظیر رو از دست ندید. بچه ها، ویدیویی که امروز میبینید حدوداً 2 ماه پیش ضبط شده، اما به خاطر اتفاقاتی که افتاد ترجیح دادم منتشرش نکنم. تو این ویدیو بهتون نشون میدم که چطور 1 دلار ساعتی از بازی کریپتو رویال در میارم. من بازی کریپتو رویال رو 7 ماه پیش تو کانال بهتون معرفی کردم. این ویدیو اون موقع قیمت توکن این بازی که اسمش روی هستش اینجا بود، 2 سنت. 2 ماه بعد از معرفی من قیمت کشید بالا، رسید به 3 سنت و بعد 6 سنت و بعد هم 8 سنت. وقتی قیمت رفت بالا، خیلی از بچهای کانال شروع کردن به کریپتو رویال بازی کردن. الحقم که پول خوبی گیرشون اومد. من اینجا که 9 سنت بود، ویدیویی که امروز میبینید رو ساختم. تا 1 ماه بعدش هم توکن بالا رفت، تا 10 سنت هم رسید. اما امروز اصلا شرایط خوبی نداره. تقریبا میتونیم بگیم که فرصت از دست رفته. ویدیو رو ببینید و این توکن رو زیر نظر داشته باشید برای فرصت‌های بعدی. کریپتو رویال یه بازی بلاکچینی کاملا رایگانه که پول واقعی میده. واحد پولش اسمش هست روی. روی رو به راحتی میشه فروخت و به راحتی میشه تبدیلش کرد به ارزهای دیگه. قیمت روی امروز 9 سنته. یعنی هر روی 9 سنت. من در خصوص بازی کریپتو رویال قبلا صحبت کردم بچه‌ها. به صورت مفصل بهتون آموزش دادم نحوه ورود به بازی رو، اینکه اصلا قوانین بازی چیه. این قسمت دیگه نمیخوام طولانی بشه، بس آموزش نداریم. صاف میریم سراغ بازی. اما لینک ویدیو قبل رو واسهتون بالا میذارم که اگه دوست داشتید برید آموزش بازی رو ببینید و با بازی بیشتر آشنا بشید. حالا داستان اینجاست که من موقعی که 5 ماه پیش ویدیو اول کریپتو رویال رو میساختم، تیتر زدم، ادعا کردم که شما ساعت 1 دلار میتونی با این بازی به دست بیاری. حالا میخوام بشنم پشت سیستم خودم 1 ساعت بازی کنم، ببینم که میشه 1 دلار رو به دست آورد یا نه. با من همراه بشید. خب عزیزای دلم، این وبسایت کریپتو رویال هستش. آدرسش رو داخل دیسکریپشن میذارم. از طریق منوی پلی ناو روی رنگ کلیک بکنید. ما میخوایم تو رقابت‌های رنگ شرکت کنیم که پول بیشتری در بیاریم. بهتون گفتم بازی کاملا رایگانه. من حدود 5 ماه پیش بازی کرده بودم. 3-4 روز پیش اومدم یه 40 دقیقه بازی کردم، 5 تا روی به دست آوردم. موجودی الان 5 تا روی. اگه دیدید که سروری که انتخاب میکنید پلیر نداره یا همچین حالتی داره، ببینید یا همچین نوشته اگه بیاره، کافیه که سرور رو عوض کنید. سوالو بعضی از اوقات بچه‌ها میپرسن، سرور رو عوض کنید برید سراغ یا سرور شلوغ‌تر. خب بازی همونطور که یادتون هستش، امیدوارم یادتون باشه، یه بازی بتل رویال بود که رنگ‌های مختلف اینجا هستش. اما یه قانون این پایین داره، میگه که رنگ آبی رنگ قرمز رو میزنه، رنگ قرمز رنگ زرد رو میزنه و رنگ زرد رنگ آبی رو. این قانون رو با رعایت کنید. الان من وسط بازی هستم، ببین با آر من رو مشخص کرده رنگ زرد. الان من این زرد رو میتونم بزنم، قرمز رو نمیتونم بزنم. حتی هر دو رنگ، اگه هر دو تامون قرمز باشیم، بازم اون که بزرگتره میتونه منو بزنه. اصلا دور این دایره های دندونه هایی میاد. این دندونه یعنی که منو میتونه بزنه، یعنی زرد منو میتونه بزنه، الان این آبی ها منو میتونن بزنن. خب داستان از این قرار بود همین شکلی بود بازی کنیم و بشیم نفر اول. به کسی که نفر اول میشه روی تعلق میگیره. الان این دستم ببینید اون قرمز، من زردم، راحت منو میتونه بزنه، دورش هم دندونه است. و الان باید یه رنگ آبی من پیدا کنم که آبی رو بخورم تا بتونم اونو بزنم، اما آبی در کار نیست. خب ببینید چیکار باید کرد. یه آبی اینجا پیدا شد، باید برم اونو بخورم. اخ زد منو. یه مقدار با دور تندتر میریم جلو، اونجایی که فقط وین دارم برد دارم بهتون نشون میدم. خب اینو فکر میکنم بچه ها ببرم، چون بازی های 2 نفره رو معمولا میبرم. الان من هستم، فقط یه رقیب دیگه تعدادم کم. خب من الان زردم، میتونم آبی رو بزنم. یه ضربه تموم شد. اوکی رامون تال برد، اولین بردمون تو این بازی. و اینکه چقدر روی بهمون میده؟ 1200 روی. بریم ادامه. جدد یه برد شیرینه دیگه بچه ها. دوباره میبینید این گردونه شانس رو از 12 صدم روی میده تا 12.35 روی. بازم از بس شانسی ما 12 صدم روی. ادامه. یه برد شیرینه دیگه، این دفعه 21 صدم روی. ادامه.
یه بار دیگه بچه ها این دفعه ببینیم چقدر میده. 12 صدم رای مجدد ادامه بدیم. خب اینم یه برد شیرینه دیگه است دیگه. من هستم و این بابا. منم قرمزم، زرد رو میتونم بزنم، فقط باید بیام تو زون. قرمزم، زرد رو میزنم، زرد هر چقدرم بزرگتر باشه باید میتونم بزنمش، چون رنگم قرمزه. یه برد خوشگله دیگه، ببینیم چقدر به همون روی میده. دوباره گردونه میچرخه، از 19 صدم میده تا 18 تا روی. چقدر شد؟ 19 تا 19 صدم روی. ادامه میدیم. یه 12 صدم دیگه. ما بقیه داستان رو با دور تونتر میبینیم، چون میخوام هینش توضیحاتی بهتون بدم. بچه ها بازی کریپتو رویال همینقدر ساده است، اما در عین سادگی کسایی که بازی کردن میدونن که پیچیدگی زیادی داره، نیاز به مهارت داره و سرعت عمل بالای شما رو میطلبه. هم رو کامپیوتر و هم رو موبایل به راحتی میشه بازیش کرد. شما هر چند دست که دلت بخواد در روز میتونی بازی کنی، هیچ محدودیتی نداره و این یکی از مزیت‌های این بازیه. من تا الان این بازی رو از وقتی که اومده از 5-6 ماه پیش تا به امروز شاید چیزی در حدود 500 دست بازی کردم. 500 دست یعنی 5-6 ساعت بازی مداوم. همونطور که دیدید هر دستی بین 10 ثانیه تا نهایت 1 دقیقه طول میکشه. پس من هم نمیتونم بگم که مهارت زیادی تو این بازی دارم، چون با 5-6 ساعت بازی کردن که آدم یه حرفه‌ای نمیشه. اما جالبه بدونید که من 5 ماه پیش که میخواستم ویدیو اول کریپتو رویال رو بسازم، تاکید کردم که شما حتما باید یک حرفه‌ای باشید، باید تمرین و مهارت کافی داشته باشید، تو رنگ‌های پولی بازی کنید تا بتونید ساعتی 1 دلار رو به راحتی به دست بیارید. اما امروز با اون موقع خیلی متفاوته. امروز یه آماتور هم شاید بتونه ساعتی 1 دلار رو به دست بیاره که الان داریم تستش میکنیم. اون موقع هر روی 2 سنت بود. برای به دست آوردن 1 دلار شما باید 50 تا روی به دست می آورد. الان هر روی شده 9 سنت. چند روز پیش 15 سنت بود. الان من فقط با 11 تا دونه روی به دست آوردن میتونم 1 دلار کاسب بشم. برای همینه که فکر میکنم که بشه. خب از این حرفا بگذریم. بریم سراغ بازی. بچه‌ها من بعد از 40 دقیقه بازی کردن تونستم تا اینجای کار 11 تا روی به دست بیارم و 12000 تا هم ویکتوری پوینت. تو قسمت 2 آموزش کریپتو رویال بهتون گفته بودم که بعد از چند دست بازی کردن شما ویکتوری پوینت دریافت میکنید. اینها قابل تبدیل به روی هستن. ویکتوری پوینت هامون رو کانورت میکنیم و حالا میبینید که تقریبا چیزی بیش از 1 روی به حسابمون اضافه شد. حسابمون شد 12 و 35 تا. حالا اسپین هم داریم که با خرج کردن اونها هم میتونیم روی به دست بیاریم. اسپین هامو خرج میکنم، همونطور که میبینید مجدد من رو وارد گردون شانس میکنه و 0.55 تا روی بهم جایزه میده. پس تا اینجای کار ما نزدیک به 13 تا روی به دست آوردیم. خب عزیزای دلم، الان حدود 1 ساعت و 10 دقیقه است که من دارم بازی میکنم، بیشتر از 1 ساعت شد، اما بالاخره تونستم 11 تا روی که نیاز دارم رو به دست بیارم. 11 تا روی میخواستم تا بخوام به 1 دلار برسم. موجودیم شده 16.29. اگه خاطرتون باشه بهتون گفتم که 5 تا از قبل داشتم، پس 11 تا بهش اضافه کردم تا برسیم به 16 تا. خب بریم داخل کوین مارکت کپ قیمت امروز رو ببینیم. قیمت امروز 0.09 یعنی 9 سنت. ببینید الان که ساعت 1:30 قیمت 9 سنت، دیروز قیمت 11 سنت بود و 4 روز پیش، بذارید سر 7 روزه بذارم، 4 روز پیش قیمت بچا تا 15 سنت هم رسیده بود. حالا با این حرفا کاری نداریم. الان قیمت 9 سنته. من 11.29 تا روی به دست آوردم ظرف 1 ساعت و 10 دقیقه. چقدر میشه؟ 1 دلار و 8 سنت. ببینید 16.29 تا داریم، 5 تا از قبل داشتم، پس شد 11.29 که بیشتر از 1 دلار به هم پول داد. خب برای برداشت از 3 تا شبکه هارمونی، آوالانش و پولیگان میتونی استفاده کنی. از هر 3 تا اینا میشه استفاده کرد. من یه آموزش کامل دارم در خصوص برداشت کریپتو رویال. بعد اینکه ویدیو اول رو منتشر کردم گفتم که کریپتو رویال چیه، خیلی بازی کردن بعد موقع برداشت مشکل داشتن، ازم خواستن که ویدیو دوم رو بسازم. یه ویدیو دیگه ساختیم که صرفا برداشت بودش، لینک اون رو برام میذارم دوست داشتید برید ببینید. 3 تا روی خودمون به دست آوردیم که این 3 تا روی اومدیم برداشت زدیم ریختیم به کیف پولمون. کسایی که آماتور هستن دانش لازم رو ندارن میتونن به اون ویدیو رجوع کنن و اون ویدیو رو ببینن که چطور میشه برداشت زد. اوکی خب عزیزای دلم، دیدید که شد. بالاخره توی سطح آماتور رو به پایین هم شخصی مثل من میتونه ظرف 1 ساعت 1 ساعت و 10 دقیقه بالاخره به اون 1 دلار برسه. چیزی که تو این ویدیو واسه خود من خیلی جالب بود این بودش که 1 ساعت پیش وقتی بازی رو شروع کردم وین ریتم روی 11% بود. یعنی کامپیوتر بهم میگفتش که تو از هر 100 تا دست 11 دست رو میبری، قابلیت در این حده. الان که داشتم وین ریتو میدیدم بعد از 70 دقیقه بازی کردم وین ریتم شده 14.
یعنی 3% افزایش پیدا کرده و 3% مهارتم بهتر شده. الان دیگه از هر 100 تا دست 14 دست رو میبرم، قبلا 11 دست میبردم. پس همه چیز به تکرار و تمرین شماست. اگه خودم هم بخوام یه بار دیگه تو این چالش شرکت بکنم، شاید به جای 70 دقیقه ظرف 60 دقیقه بتونم 1 دلار رو به دست بیارم، چون تمرین بیشتری کردم. از طرف اینو در نظر بگیرید که اینو همیشه گفتم، بچه‌ها هم که میشناسن میدونن من خودم یکی از عاشقای گیمم، یعنی از 6 سالگی که پدرم واسه من آتاری خرید، از اون موقع با دنیا، صنعت، هنر گیم آشنا شدم تا به امروز که 33 سالمه و هر روز باید گیم بازی کنم. نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت اصلا بازی نکنم اموراتم نمیگذره. فکر می‌کنم مثلا اعتیاد دارم. اوکی؟ ساختار ذهنی من با ساختار ذهنی کسی که هیچ وقت تو عمرش حالا بازی نکرده، اصلا بازی رو دوست نداره فرق میکنه. الان مثال مثلا مادر خود بنده، مثلا تو عمرش بازی نکرده، این همه ما نشستیم بازی کردیم، یک بار نشد بگو این پسر دست رو بدم منم یه گیم شوتی بزنم این لگد. پدرم بازم میگفت، اما مادر اصلا دوست نداشت، اصلا حال نمیکرد. من بهش میگم که مامان واقعا تو چه از چه لذتی خودتو محروم کردی، ولی اصلا دوست نداره. خب این آدمو که نمیتونم بهش بگم یه کریپتو رویال بازی کنه ساعتی 1 دلار به دست بیاره، نه اصلا مهارت لازم رو نداره، سالها هم طول میکشه به دست بیاره. از طرف یه بابایی هستش که مهارتش 100 برابر بیشتر از منه، تا الان 10000 دست بازی کرده، استعداد اصلا هوش ذاتیش تو بازی از من بیشتره و 20 سالم از من کوچیکتره، 3 دلار 4 دلار ساعتی به دست بیاره. دیدم که دارم بهتون میگم شرایطش شکلی، واقعا به صورت نسبی باید نگاه کنید. تو این شو میخواستم بهتون نشون بدم که بابا اگر یه مهارت سطح متوسط رو به پایین داشته باشی مثل بنده، با یه وین ریت 11، یعنی از هر 100 تا دست 11 تا دست رو بتونی ببری، اگه شرایطت اینه میتونی ظرف 1 ساعت 70 دقیقه 1 دلار به دست بیاری. خلاص، همون بچه. ممنون که تا این قسمت ویدیو رو همراه من بودید. واسم خیلی ارزش داره که تا ثانیه‌های آخر ببینید. اگر سوالی دارید از طریق اینستاگرام یا کامنت زیر همین ویدیو بپرسید و اینکه پیج اینستاگرامی رو فالو کنید، کانال یوتیوبی رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و لایک هم بزنید. دوستتون دارم عزیزای دل من. تا ویدیو بعد.